در برنامه امروز به امنیت تکست روی موبایل خواهیم پرداخت. از اونجا که میدونید موقع که اسمس میفرستید یا تکست یا از طریق وایبر یا واتساپ میفرستین، شما در واقع دارید از سیستم مخابراتی موجود استفاده میکنید که این تکست ها رو بفرستین. یک به طور کوتاه اتفاقی که میفته موقعی که شما با دوستتون تماس میگیرید، از موبایل شما به برجی که نزدیک شماست اطلاع شما فرستاده میشه و اون اطلاعات از طریق برج اول به برج مخابراتی دوم میرسه و به موبایل دوستتون فرستاده میشه. حالا با توجه به اینکه برج اول و دوم رو کسی که حالا معمولا حکومت ها یا شرکت های مخابراتی که توسط حکومت ها بهشون دسترسی وجود داره اداره میشن، تمام کنترل سیستم دست اونهاست و میتونن نوشته های شما رو مشاهده بکنن یا بخونن. معمولا در خیلی کشورها یک اتاقی هست که این نوشته های شما اونجا ذخیره میشه یا مشاهده میشه و با توجه به حساسیت کاری که میکنید بالاخره این اطلاعات شما ممکنه نظارت بروش بشه و ممکنه در سری براتون درست بشه و بالاخره ممکنه مسئله خصوصی باشه که شما هیچ کس دیگه نخواهید تو دنیا نسبت به اینها اطلاعی پیدا بکنه. برای اینکه بتونیم کاری بکنیم که این کسایی که تو این اتاق نشستن نتونن نوشته‌های شما رو ببینن، اپلیکیشن های موبایلی هست که کمک بهتون میکنه که اطلاعاتتون که از موبایل اول به موبایل دوم داره میره یا از موبایل شما به موبایل دوستتون داره میره، اینا رمزگذاری بشن و کسانی که اون وسط نشستن نتونن بخونن. سه تا برنامه برای شما معرفی میکنم، سه تا اپلیکیشن موبایل، یکی تلگرام هست، دیگری کانفاید و سومین ویکر هست که هر کدوم از اینها مشخصاتی دارن و من سعی میکنم اول مفاهیمی که در خیلی از این برنامه ها اپلیکیشن ها موجوده رو توضیح بدم. مفهوم اول رمزگذاری شدن تماس ها یا همون نوشته است. موقع که از موبایل اول به موبایل دوم نوشته فرستاده میشه، اگر رمزگذاری بشه کسانی که این وسط نشستن نمیتونن اینها رو بخونن و برنامه تلگرام یا ویکر یا کانفاید این امکان رو میدن که موقعی که شما با فرد دیگه دارید تماس میگیرید، تکست میفرستید، این نوشته ها رمزگذاری شده باشن. یه مفهوم دیگه که خیلی مهمه مفهوم سلف دیستراکت یا خود تخریب گری یا خود ویرانگری. این مفهوم در مورد نوشته به این معناست که موقعی نوشته شما که فرستاده میشه بتونه بعد از چند ثانیه یا چند ساعت از بین بره و دیگه قابل ذخیره در موبایل فرد دوم نباشه. حالا این به چه دردی میخوره؟ به این درد میخوره که شما اگر این نوشته دارید میفرستین که همون لحظه دوستتون ببینه ولی نمیخواین دیگه بر همیشه ذخیره بکنه، این رو میتونید اون خود ویرانگری رو انتخاب بکنید برای اون نوشته از طریق این اپلیکیشن هایی که معرفی کردم و موقعی که دوستتون این رو دریافت کرد میتونه بخونه و بعد از خوندن این از بین میره. حتی برای همین که بتونید اپ نرم‌افزارهایی که در این برنامه معرفی کردم راحت پیدا بکنید، میتونید کلمه سلف دیستراکت رو روی چه گوگل پلی یا اپل استور این رو بگردید و تمام این نرم‌افزارهای موجود رو که این کار رو میکنن رو پیدا بکنید. نرم‌افزارهایی هستن که ممکن سلف دیستراکت رو داشته باشن ولی لزوماً رمزگذاری نکنن. مثلا اسنپ چت یکی از این نرم‌افزارهاست که امکان این رو میده که تصویری که میفرستید به طرف مقابل رو از بین ببره بعد از چند ثانیه، ولی این تصویر در مسیری که داره میره رمزگذاری نشده، برای همین شخص ثالث میتونه این رو بخونه. و مفهوم سومی که میخوام بهش اشاره کنم مفهوم استتار نوشته است. موقعی که نوشته به فرد مخاطبتون میرسه، به دوستتون میرسه، خب اگر ایشون در یک مجلسی باشن یا در یک مهمونی باشن و بخواین نوشته رو بخونن، اطرافیان ممکنه این نوشته رو ببینن یا حتی اگر یک نرم افزاری رو نصب شده باشه تلفن دوستتون که تصویرهای خود چیزایی که داره خونده میشه رو بگیره، این امکان رو میده که تمام نوشته شما تصویرش گرفته بشه و فرستاده بشه به کسی که داره اینها رو نظارت میکنه. این نرم افزارهایی که اپلیکیشنی که اجازه استتار میدن معمولا تنها قسمتی از نوشته رو به شما نشون میدن
و تو این مورد اپلیکیشن کانفایت که من امروز معرفی کردم این کارو میکنه که شما با کشیدن دستتون روی نوشته تنها اون قسمت ها رو میبینید و بقیه قسمت ها دیگه به شما نشون داده نمیشه و پنهان میشن. اگه کسی نزدیک شما باشه با یک نگاه نمیتونه کل نوشته رو ببینه، چون شما دارید خط به خط این رو میخونید و بعضی که از اون خط رو گذشتید دیگه اون خط نه برای شما نه برای کس دیگه قابل مشاهده است. امیدوارم که این برنامه برای شما مفید بوده باشه. برای اطلاعات بیشتر به صفحه بالا ویزیون ما مراجعه کنید و همینطور در صفحه یوتیوب برنامه بالا ویزیون میتونید اطلاعات بیشتری در مورد نرم‌افزارها پیدا بکنید. در برنامه بعدی ما سعی خواهیم کرد که به یکی از این اپلیکیشن ها بیشتر بپردازیم و نحوه استفادهش رو به شما نشون بدیم.